علی خانساری متولد 1374 از عراق، زمان ورود وی به مجموعه آراد به سال 92 باز می گردد. ایشان در این مدت همزمان با تجارت محصولات ارگانیک و سلامت به عنوان سفیر آرادی نیز مشغول به فعالیت بوده است. نردبان ثروت امروز میزبان این آرادی موفق است. خیلی خوش آمدین خانم ها آقایان، خیلی متشکرم که ما رو تماشا میکنین. ببخشید ما یه معرفی عزیز دلمون علی آقای خانساری رو می‌خواستیم پخش کنیم خدمتتون. یه سری اتفاقا برای کلن زیرساخت فنی ما به وجود اومد، ما شرمنده شما شدیم و با چند دقیقه تأخیر در خدمتیم. علی آقا خیلی خوش آمدی. آقا سلامت باشید، بزرگوارید، ما در خدمتتون هستیم. یه سلام علی با عزیزان دل داشته باشید. سلام عرض میکنم خدمت تمامی بینندگان عزیز، دوستداران اقتصاد. امیدوارم که حالتون خوب باشه و برنامه امروز بتونه یکی از برنامه‌های عالی در بحث پیشرفت زندگیتون باشه. ان شاء الله. آقا شما از سال 92 با آراد همراه شدی و کار کردی و فعالیت تا الان خیلی زیاده، یعنی اگر بخوایم حساب کنیم قریب به 10 ساله که داری فعالیت میکنی، کار میکنی. آیا به ذهنت رسید که یه روزی از آراد بری؟ صادقانه سریع واقعا تا به حال به ذهنم نرسیده، چرا که اصلا بهش فکر نمیکنم، چون اگه فکر بکنم احساس توهی شدن بهم دست میده. یعنی اینکه آقا یه روز از آراد برم، کجا برم؟ خیلی ها هستش از آراد رفتن یا معنی آراد براشون هنوز مشخص نشده، معنا نشده. وقتی آراد رو میبینم فقط به عنوان یه شرکتی میبینن که دارن باهاش کار میکنن، داره بهشون تجارت یاد میده، اما به واقع برای من آرادی خانواده بوده. مثل این میمونه، آیا تا به حال فکر کردی که خانوادت رو بخوای رها بکنی و دیگه نخوای ببینیش؟ اصلا برای یک انسانی که خانوادهش واقعا دوست داشته باشه، خانوادهش براش عزیز باشن، از دست دادنش این یه عذاب میمونه. به میونی کلامت، یه پسری با پدرش دعوا شد، به پدرش گفت من میرم. پدرش گفت خب برو، ولی کجا میخوای بری؟ به هر میگری آخر خونت اینجاست که دقیقا. تو جایی رو نداری به غیر از این خونه. و این اصطلاحی که شما میگید درسته، واقعا جایی نداری، همینجاستی. واقعا شما در همین آراد زندگی تشکیل دادی اگر اشتباه نکنم، و کلن بستر زندگیت رو در آراد بستی. اصلا 0 تا 100 زندگی ما در آراد ایجاد شد. جالبه بخوام اصلا بعد به ورودم به آراد رو تعریف کنم، خیلی جالبه و اصلا همون دست خدا رو ما در این بعد به ورودمون به آراد میشه کامل ببینیم. اتفاقی که برای من افتاد، خب اون زمان دانشگاه بودش، خب کنکور شرکت کرده بودیم، قبول شده بودم، من مشهد قبول شده بودم، بابام گفت راه دوره، نمیخواد بری، بیا همینجا دانشگاه آزاد ثبت نامت میکنم، خب همینجا برو، هزینه که میخوام اونجا بکنم و داشته باشم، خب همینجا میدم دانشگاه آزاد. یعنی قم یا نه تو عراق اون موقع. خب همینجا برات هزینه میکنم. خب منم گفتم اوکی دیگه، از خانواده حداقل دور نمیشه. رفتیم ثبت نام کنیم برای دانشگاه. خب بابام بنده خدا نمیدونست اون موقع یه کارگر ساده بود پدرم، نمیدونست اصلا هزینه های دانشگاه چقدر، دانشگاه آزاد چقدر باید شهریه بده، اینا رو اطلاع نداشت. یه کارگر ساده ای هم بود که باید خرج چندین بچه رو میداد که همه هم بزرگ شده بودم، همه داشتن تحصیل میکردم و این مشکلات رو داشتم. یادم روز اولی که ما رفتیم و اتفاقی که اونجا افتاد برای ما این بود که بابام گفت شهریه دانشگاه چقدر میشه. اون زمان شاید عددی هم نبود از نظر ما، مثلا گفتن 250 هزار تومان 300 هزار تومان میشه، ولی یه لحظه دیدم که بابام همینجوری موند و با یکی دو تا تلفن اونجا پولو جور کرد و حالا ثبت نام کرد من رو. اون روز من خجالت رو تو صورت پدرم دیدم، شرمندگی رو دیدم که حرفی رو زده بود، قولی رو داده بود و میدونست نمیتونه بهش عمل بکنه، چون که یک کارگر ساده بیشتر نبودش، کارگر کارخونه ماشین سازی هم بودش اون موقع، بازنشست البته شده بود. از در دانشگاه داشتیم میومدیم بیرون، هیچ موقع این خاطره یادم نمیره که زد رو شونم گفت علی این ترمو من دادم، از ترم بعد به فکر یک کاری باش که از ترم بعدش باید خودت بدی، من توانشو ندارم. اون زمانم بود، تبلیغات های مختلف رو میدیدم، جای مختلف داشتم سرک میکشیدم، دقیقا با مجموعه آراد آشنا شدم.
و حالا اون زمان بحث روباتیک بودش و نمایندگی روباتیک بود و شروع کردیم بحث برندینگش رو استارت زدیم و همین شد بعد به ورود ما به بحث تجارت و بحث کار که شروع کردیم با آراد و با خانواده آراد آشنا شدیم. درود بر شما، چقدر خوشگل این خاطره رو برامون تعریف کردی. از دست ندیم این صحبت شما رو و ادغامش کنیم با زندگی کاری شما و یک آیتمی که نشون دهنده زندگی شماست، زندگی کاری شماست و مستندی که تقدیم حضور بیننده های عزیز میشه. خانم ها آقایان، این بخش رو به اتفاق تماشا میکنیم. قبل از آراد که میشه گفت هیچ بود، یعنی بخوام قبل از آراد رو براتون تعریف بکنم میشه گفت یه دانشجوی اخراجی که از دانشگاه تقریبا اخراجش کرده بودن، پدر مادر زیاد فشار میآوردن که دیگه حالا که اخراج شدی برو سربازیت که یه کاری رو بری تو دست بگیری. هیچ کاری هم نبود. خود ماجرای اخراج شدن از دانشگاه هم جالبه، یعنی من سر خود آراد از دانشگاه اخراج شدم. یعنی خب اون زمان که تازه تجارت رو شروع کرده بودم تعداد زنگخورهام خیلی زیاد بود، مشتری ها خیلی زیاد بود. خب منم آدمی نبودم سر کلاس بشینم، همیشه دم در کلاس می نشستم، می رفتم می اومدم و این برای اساتید خیلی اذیت کننده بود که آقا انگاری من به حرفاشون اهمیت نمیدم. و این تماس ها منجر به این قضیه شد که حراست دانشگاه ما رو خواستن و گفتن آقا یه دست از این کار برمیداری یا دانشگاه تو صفر میچسبی، و ما هم زیر بار نرفتیم و حکم اخراجی ما بالاخره اومد و این قضیه شد که دیگه سفت و سخت‌تر ما بعد از دانشگاه چسبیدیم به بحث تجارت. سید احمد عزیز، بریم سراغ نیروهای حضوری، بریم ببینیم امروز دارن چی کار میکنن، خوب کار میکنن یا نه. الان به جایی رسیدیم که میشه گفت هم کسب و کار و تجارت خودمون رو داریم، هم مشاور 500 مدیر و کسب و کار موفق هستیم خدا رو شکر که به اینها مشاوره دادیم و الان اینها جزو تاجرین موفق در کشور هستن، کسب و کارهای موفق در کشور هستن و الان خدا رو شکر خیلی خوب دارن کار میکنن. و همین که اینها خیلی اوقات تماس میگیرن، مشاوره میگیرن، از موفقیت هاشون میگن، مثل یه بچه‌ای که پیشرفته، مثل یه پدری که پیشرفت بچه‌ش رو داره میبینه، اینها واقعا واسه ما لذت بخشه و داریم روز به روز میبینیم هم اینها دارن رشد میکنن، هم ما خودمون داریم رشد میکنیم. ما خودمون هم فرزندی هستیم در بستر آراد که خودمون هم داریم میبینیم خود آراد مثل یه پدری ما رو رشد داد و این داره همینجوری انگاری نسل اندر نسل داره میچرخه و این بزرگی داره اتفاق میفته. خب خیلی خوش آمدین، خیلی متشکرم که ما رو تماشا میکنین. بله، این زندگی کاری علی آقای خانساری دوست داشتنی و بزرگوار هست. ماشاءالله به شما. چند تا کارمند الان با شما کار میکنن؟ دورکارشو بگیم یا اونایی که حضوری هست؟ کلا همشو بگیم. تعدادشون اگه بخوام بگیم خیلی زیاده. دورکارها که الان تقریبا بالای 300-400 تونیشن که دارن فعالیت میکنن و اونهایی هم که نزدیک هستن و الان در حال حاضر دارن کار میکنن، خب اونا هم روز به روز داره تعدادشون زیاد میشه. الان استخدامی هم جدیدن زدیم، یه قربالی کردیم نیروها رو و اونهایی که جدی تر هستن تقریبا میشه گفت هلوش 20 نفر هستن که الان جدی دارن کار میکنن. خب الان استخدامی هم دارم به صورت حضوری هم استخدام میکنم. چقدر خوب. اونایی که باز جدی تر هستن رو هم توی تیم خودمون داریم. ماشاءالله.
در حوزه عرقیات گیاهی اگر اشتباه نکنم درسته؟ محصولات ارگانیک، محصولات طب سلامت، بحث سلامت، محصولات سلامت فرمید. جا افتاده در کشور ما این فضا و این محصول؟ بحث جا افتادنش که محصول شناخته شده ای هستش، یعنی چیزی نیستش که تازه ایجاد شده باشه. اما مسئله ای که رو بحث محصولات ارگانیک و سلامت وجود داره، بحث سبک، اصلاح سبک زندگی مردمه. ما خیلی اوقات میگیم طب اسلامی، طب سنتی و فقط به این صرف میگیم آقا ما میخوایم خودمون رو درمان بکنیم با طب سنتی. اما این اتفاق نمیفته مگر اینکه اون سبک زندگی ما تغییر بکنه. یعنی نمیشه بگم آقا من همه کاری رو میخوام انجام بدم بعد با طب سنتی هم بخوام خودم رو درمان بکنم. اگه ما بتونیم اون سبک، اصلاح سبک زندگی رو در برای خودمون داشته باشیم، مسلما این محصولات میتونه کامل بدن ما رو سلامت نگه داره و خیلی راحت بتونیم زندگی سلامتی رو داشته باشیم، هیچ مشکلی از نظر بحث بیماری برای ما ایجاد نشه و خیلی راحت بتونیم طول عمر خودمون رو بالاتر ببریم. یعنی این روی این قضايا وجود داره. اما به صرف این باشه که مثلا بگیم نه خب من نمیخوام اصلاح سبک زندگی داشته باشم ولی فقط میخوام از این محصولات استفاده بکنم، باز خروجی داره. اما اینکه خروجی 100% داشته باشه رو ما نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم. درآمدش رو با ما بگو، هم از این فعالیت و این حوزه تجاری و در مورد سفیری هم که خوب دارین کار میکنین رو تلاش میکنین، هم به ما بگین چند درصد از هر کدوم. بحث درصدش رو که بخوام بهتون بگم اگه اطلاع داشته باشید، خب من حوزه قبلی که داشتم رو بحث فرش و مشتقات فرش و اینها بود که یه تیم جداگانه داریم که اصلا اونو داره میبره جلو، که تو حالا این کلیپ هم ما بهش یه اشاره کردیم. اعتقاد من اینه کسی که کارآفرینی داره میکنه، کسی که داره تو زمینه تجارت فعالیت میکنه، وقتی یه چیزی رو بنیانش رو میذاره، پایه‌گذاری میکنه، وقتی خروجیش رو میگیره، دیگه خودش نباید بالا سرش باشه، باید برون سفارش کنه اون نیروهایی که قوی شدن اون رو جلو ببرن. ما اعتقادمون اینه. بحث سلامت و محصولات ارگانیک رو من به تازگی استارتش رو زدم. دوست. یعنی تمامی ابزارها و ساختارش رو به تازگی چیدم و خب الان هم به اون صورت درخواست درآمد ازش ندارم، تقاضای درآمد ندارم، چون کاری که تازه شروع شده و روی کاری هم که تازه شروع میشه مسلما باید صبر بشه تا خروجی بده. اما میشه گفتش خب الان هم که تازه شروع شده خدا رو شکر اون بحث درآمدی رو داره و داره خروجی میده. بحث سفیری هم که در کنارش من دارم، سفیری هم خب هم بحث سفیری رو بحث سفیری و ورود به تجارت هستش که افراد دارن از این قضیه استفاده میکنن و هم موضوع سفیر سلامت هستش که ما داریم افراد رو کمک میکنیم که در کنار کار سفیری که انجام میدن، سفیر سلامت در خانواده و فامیل خودشون باشن. یعنی فرهنگ‌سازی داریم میکنیم. آره، محصولات ارگانیک و سلامت رو که محصولات بسیار سوددهی هم هستن، میتونن در خانواده خودشون، فامیلای خودشون پخش کنن، آشنایان خودشون پخش کنن. و ما با یه حساب سرانگشتی که کردیم، یعنی هر کسی اگه 100 تا فامیل داشته باشه، هر کدوم از این فامیل‌ها در ماه بالاخره 3-4 میلیون خرید رو از این غذایا دارن، حسابشو که بکنیم میشه 300-400 میلیون خرید. هر کسی 10% هم سود براش داشته باشه، قشنگ ما این 40 میلیون تومان بدون هیچ زحمت خاصی میتونه از این قضیه درآمد کسب کنه، که ما افراد رو هم این سفیر سلامتی رو داریم بهشون نمایندگی میدیم و میتونن در خانواده خودشون این نمایندگی رو داشته باشن. در کنارش هم بحث ورود به تجارته که الان روی این قضیه هم داریم نیرو استخدام میکنیم، چون باید این قضیه هم فرهنگ سازی بشه. ما نمیتونیم این انتظار رو داشته باشیم که خانواده سالم، فامیلی سالم، آشنایی سالم، ملتی سالم داشته باشیم زمانی که این ملت مشکل مالی داشته باشه. دقیقاً. وقتی مملکت ما داره روز به روز به سمت فقر میره، روز به روز به سمت نداری میره و مشکلات اقتصادی الان شده جزء بحران‌هایی که درگیرش هست، هیچ موقع نمیتونه به سلامتی کامل فکر بکنه، چون سلامت بودن نیازمند هزینه کردنه. پس ما این رسالت رو به عهده گرفتیم که در کنار اینکه برای مردم پول بیشتر رو واقعا میخوایم، درآمد بیشتر رو میخوایم، در کنارش هم سلامتی بیشتر رو میخوایم. چون به واقع الان تمامی کشورهایی که دشمن جمهوری اسلامی هستن واقعا روی این موضوع دست گذاشتن که میخوان ملت ما ملت مریضی باشن، ملت بیماری باشن.
در کنارش میخوان ملت فقیر باشن. چرا؟ که فقیر وقتی باشه نمیتونه اصلا به سلامتی فکر بکنه. پس ما این دوتا موضوع رو باید در کنار همدیگه داشته باشیم که یک، علم معاش افراد رو افزایش بدیم، و دو، علم ابدان افراد رو افزایش بدیم. دوتا علومی هستن که ائمه هم روش بسیار بسیار تاکید داشتن و روی این قضیه دارم مانور میدم و رسالت خودم میدونم که در حد توان خودم با تیم خودم و افرادی که هم پیمان و هم مسیر با من شدن میگیم آقا این مسیر رو باید با هم طی بکنیم تا بتونیم یه مملکتی رو داشته باشیم که سرشار از آبادانی باشه در رابطه با بحث درآمدی، و در کنارش باید این قضیه رو داشته باشیم که بتونه این قضیه اتفاق بیفته که ملتی سلامت داشته باشیم، در کنار این که بتونن محصولات سلامت رو استفاده کنن، یعنی توانایی خرید محصولات ارگانیک رو داشته باشن، نخوان برن محصولات تراریخته بگیرن و بخورن. این زمانی اتفاق میفته که هم به همدیگه دست دوستی بدیم، همکاری بکنیم و واقعا خواهان این باشیم که هموطن ما هم از نظر مالی رشد بکنه و هم بتونه از نظر سلامتی بدن سلامت، خانواده سلامت داشته باشه و خودش بتونه سفیر سلامتی باشه که از این قضیه بتونه استفاده کنه. خیلی متشکرم از شما قربان. انشالله که همیشه موفق باشیم، سلامت. هم به فکر سلامتی و هم به فکر جیب مردمی. الحمدلله بابتش خیلی سپاسگزارم مجدد از اینکه حضور پیدا کرد در برنامه خودتون. سلامت. از شما بیننده‌های عزیزم خیلی سپاسگزارم که ما رو تماشا کردین در نردبان ثروت. کنداکتور امشب رو خیلی مختصر به شما بگم و زودتون سری پاس بدم. الان که نردبان ثروت تقدیم حضورتون شد، بعدش پولسازی به رسم و سبک آراد رو خواهیم داشت. حدودا دوستان 20 دقیقه در خدمت شما هستن. مناظره رو تقدیم حضورتون میکنیم. بعد از مناظره انشالله یک پارلمان دوستی داریم با عزیزانی که از زنجان تشریف آوردن و در خدمتشون هستم، و در پایانش هم ساعت 21 تا 22 میزبانی میکنم از عزیز دلم استاد تالیای بزرگوار و دوست داشتنی. خیلی متشکرم. بخش رو میبینیم و دوستان در خدمت شما هستن. بفرمایید.